سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه فوتبال دوستای دنیا. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم بازی های بامداد امروز رو بررسی بکنیم از گروه سوم که آمریکا و اوروگوئه عین پیشبینی من فوق‌العاده بودن. تو بازی اولی که امروز برگزار میشد آمریکا به دیدار بولیوی میرفت. وقتی که من گروه سوم رو اومدم بهتون توضیح دادم، گفتم که آمریکا و اوروگوئه تیمای بسیار بسیار قوی هستن و بولیوی و پاناما بسیار تیمای ضعیفی هستن و صعود کننده ها قطعا آمریکا و اوروگوئن. اما اینکه کی اول بشه کی دوم بشه با توجه به چینش گروه چهارم احتمالا تصمیم گرفته میشه، چون برزیل اونجا حضور داره و قطعا هیچ کدومشون دوست ندارن که توی یک چهارم با برزیل بازی کنن و ترجیح میدن که اگر هم قراره با برزیل بازی کنن نیمه نهایی رو بازی کنن که اگر باختن حداقل تو رده بندی باشن و بتونن سوم بشن. شاید مالا برزیل رو بردن. آمریکا میزبان مسابقاته و تیمش هم تیم بسیار جذاب و جوون و دیدنی، فوق‌العاده رونده و دونده و موقعیت زیاد ایجاد میکنه. حالا این رونده و دونده رو گفتم نه در حد اسپانیا که اونقدر فوق‌العاده بازی میکنه، ولی بازیکن‌های آمریکا بازیکن‌های خوبی هستند. با سیستم 4-3-3 گریگ برهالتر سرمربی آمریکا بازیکناشو به میدان فرستاده بود. با این بازیکن‌ها ترنر تو دروازه بود از ناتینگهام، اسکالی از مونشن گلادباخ، ریچاردز از کریستال پالاس، ریم از فولام، رابینسون از فولام، توی خط هافبک مککنی یوونتوس، آدامز بورنموث، رینای ناتینگهام بودن و تو خط حمله سه تا بازیکن بسیار بسیار خوب دارن. تیموتی وها که یوونتوس بازی میکنه، بالوگانی که موناکو بازی میکنه و بازیکن بسیار بسیار خوب و کاپیتانشون کریستیان پولیشیچی که آسه میلان بازی میکنه و کاملا بازی دست همین پولیشیچ بود و راحت میتونه طراحی بکنه. اون طرف بولیوی سیستم 3-5-2 داشت و تیم بسیار ضعیفیه، یعنی توی خود آمریکای جنوبی هم وضعیت خوبی نداره، احتمال زیاد به جام جهانی هم نمیرسه. اینجا هم فکر میکنم خیلی زود زنگ تفریحش رو حذف بشه و من خودم پانامایی که مقابل اوروگوئه دیدم رو از بولیوی بهتر دیدم و فکر میکنم بولیوی قرنشین این گروه بشه. آنتونیو کارلوس زاگو سرمربی برزیلی بولیویه که این بازیکن‌ها رو به میدان فرستاده بود. توی دروازه ویسکارا که استرانگست بولیوی بازی میکنه، تو خط دفاع دو تا ساگردو دارن، یه خصوص و یه خوزه که هر دوشون بولیوار بولیوی بازی میکنن و یه بازیکنم هاکوین دارن که پونت پرتای برزیل بازی میکنه و میشه گفت بهترین بازیکنشونه تو خط دفاعی. خط هافبک جاستینیو دارن که بولیوار بازی میکنه، جلوتر ویلامیلو دارن که توی لیگ اکوادور بازی میکنه، سوسدو بولیوار بازی میکنه، فرناندس تو لیگ روسیه بازی میکنه، مدینا توی آلویز ریدیه بولیوی بازی میکنه و خط حمله یه مناچو دارن که بازم بولیوی بازی میکنه و یه دونه میراندا دارن که بازم بولیوی بازی میکنه. قبلا تو ویدیویی که ساختم این کانال توضیح دادم، گفتم بولیوی یه تیم بسیار ضعیفیه که اکثر بازیکناشون هم تو لیگ خودشون بازی میکنن و همین کیفیت تیمو بسیار پایین میاره. بازی تو ورزشگاه AT&T برگزار میشه تو شهر دالاس، یکی از ایالت‌های تگزاس. قبلا این دو تیم 8 بار به ایدار هم رفته بودن، 2 بار آمریکا برده بود، 2 بار بولیوی و 4 بار مساوی، یعنی هم سطح به نظر میان ولی واقعیت این نیست. دو تا برد بولیوی مربوط به سال 1995 و 98 که یه یکیچ و دو هیچ برده بودن و یادتون باشه اون سالا جز بهترین سالای بولیوی بود که حتی به جام جهانی هم رسیدن. و از اون طرف دو بازی اخیرشون رو هر دوتا رو آمریکا برده بود، یه 4 هیچ، یه 3 هیچ، حالا هم که یه 2 هیچ. ولی اولین بازی که تو تاریخ با هم انجام بودن سال 1993 بود که 0-0 مساوی شده بود. این از آمار و ارقام. حالا بریم سراغ صحنه های مسابقه. فقط 2 دقیقه و 21 ثانیه از بازی گذشته بود که یک کرنر کوتاه پولیشیچ و وها با هم کار کردن، وها پاس آخر رو داد به پولیشیچ و با یه شوت استثنایی غیر قابل مهار تونست دروازه بولیوی رو باز بکنه. شوتش به دست دروازه‌بان به تیرک و بعدم وارد دروازه شد. این پولیشیچ خیلی بازیکن شوت زنیه و کلاس بازیش هم خیلی بالاست، یعنی وقتی بازیشو دارین میبینین از سطح بازی که بازی میکنه لذت میبرین. آمریکا به حملاتش ادامه داد تا اینکه دقیقه 44 یه پاس دیدیم از پولیشیچ، این بار به بالوگان که توپ آورد رو پای چپش و با یه ضربه دقیق بازی رو 2-0 کرد. و تا آخر بازی آمریکا بارها و بارها حمله کرد و موقعیت ایجاد کرد اما توپاشون دیگه وارد دروازه نمیشد. خیلی موقعیت ایجاد کردن. من آمار آخر بازی رو که نگاه کردم 20 تا شوت به سمت دروازه زده بودن که 8 تاش تو چارچوب بود، یه گل هم زدن که داور آفساید گرفت.
و یه برتری مطلق کامل داشتن و اگر تو پاشون گل میشد و دروازه‌بان بولیوی اینقدر خوب بازی نمیکرد، فکر میکنم بازی میتونست 6-6 7-6 بشه. مطمئنا آمریکا پاناما رو هم میبره تو روز آخر برای سرگروهی یا دومی، بر اساس اینکه میخواد با برزیل بازی کنه یا نه به دیدار اوروگوئه میره. دومی مسابقه گروه سوم بین اوروگوئه و پاناما برگزار میشد. اوروگوئه که یکی از شانسای اصلی قهرمانیه، معلوم بود که میاد پاناما رو به راحتی میبره و دقیقاً هم همین اتفاق افتاد. مارچلو بیلسا با سیستم 4-3-3 بازیکناشو به میدان فرستاده بود. توی دروازه که روچت قرار داره که اینترناسیونال برزیل بازی میکنه، خط دفاع ناندز کالیاری، آراوخو بارسلونا، اولیویرا ناپولی، وینیای فلامینگو، جلوتر والورده رئال مادرید رو داریم که خیلی ها به والورده تونی کروس آمریکای جنوبی میگن. سطح بازیش عالیه، معمولا بازی متوسط رو به پایین نداره و همیشه متوسط رو به بالاست. تعداد پاسای سعیش خیلی زیاده و کاملا نبض بازی رو برای تیمی که توش بازی میکنه به دست میگیره و میتونه واقعا باعث بشه که اوروگوئه تا پایان جام بمونه. اوگارته از پاریس سن ژرمن، دیاراسکایلا از فلامینگو برزیل، جلوتر پلیسری از گرانادا، داروین نونیز از لیورپول و راخو مکزیک تو دیگه مکزیک بازی میکنه. اینا بازیکنایی بودن که میدان فرستاده بود و یه مقداری یه جاهای کارشون گره خورد، ولی کلن بازی دست اوروگوئه بود و همونجوری که آمریکا کاملا سوار بازی با بولیوی بود و 20 تا شوت به سمت چارچوب زد، دقیقاً اوروگوئه هم همین وضعیت رو داشت، ولی خب دقت ضربه نهاییشون از آمریکایی‌ها بهتر بود. از اون ور پاناما با سیستم 3-4-2-1 بازی میکنه، همون سیستمی که نظر من اشکال داره که در جریان هستیم. و جالبه بدونیم پاناما 11 تا بازیکن رو به میدان فرستاد از 11 باشگاه متفاوت در 11 کشور متفاوت و میگم پاناما بین المللی ترین تیم ملی جهانه، اینقدر که بازیکناش کشورهای متفاوتی بازی میکنن. سرمربیشون کریستیانسن دانمارکی که این بازیکنها رو به میدان فرستاده بود. ماسکوئرا دروازه‌بانشونه که مکابی تل آویو اسرائیل بازی میکنه. تو خط دفاع یه میلر دارن که تو جمهوری آذربایجان بازی میکنه، کوردوبا نورویچ انگلیس بازی میکنه، فرینیا مونیسیپال گواتمالا بازی میکنه. ببینین از چه کشورهایی نماینده دارن. دیویس اسلوواکی بازی میکنه، کاراسکویکا هیوستون آمریکا بازی میکنه، مارتینز تو لیگ عربستان بازی میکنه. یه موریو دارن که بازیکن بسیار خوبیه و گلشون هم زد، مارسی فرانسه بازی میکنه، بارکناس تو لیگ مکزیک بازی میکنه، رودریگو ستاره سرخ بلگراد بازی میکنه و فاخاردو تو لیگ اکوادور. 11 بازیکن از 11 تیم متفاوت در 11 کشور متفاوت که واقعا پاناما رو یه تیم بی‌نظیر و عجیب و غریب کرده. بازی تو ورزشگاه هارد راک برگزار میشد توی میامی ایالت فلوریدا و جالبه بدونین که اوروگوئه و پاناما با همدیگه خیلی کم بازی کردن، به خاطر اینکه پاناما تیم کوچیکیه، خیلی تیم با کیفیتی نیست که بازی زیادی انجام بده و از اون برم اوروگوئه تیم بزرگیه و کم پیش میاد که بخواد با یه تیم ضعیف بازی دوستانه انجام بده. قبل از این مسابقه فقط 3 بار با هم بازی کرده بودن که هر 3 بار اوروگوئه برده بود و اینم شد 4 بارش. سال 1952 اوروگوئه 6-1 برده بود، سال 2015 1-0 و 2019 3-0 و حالا هم تو 2024 3-1 و بازی باز جوری هم پیش رفت که معلومه اوروگوئه میتونه گل‌های زیادی بزنه. بریم حالا سراغ صحنه‌های مسابقه. اوروگوئه با حملاتی که انجام میداد خیلی زود به گل رسید. فقط 16 دقیقه از بازی گذشته بود که یه حرکت تمیز کردن و پاس وینیا به ماکسیمیلیان آراوخو با یه ضربه پای چپ کاتدار دیدنی وارد دروازه پاناما شد. یه کات دیدنی داد از اون گلایی که ما خیلی داریم توی یورو میبینیم. توی یوروی امسال بارها و بارها داریم شوت‌های سنگین پشت محوطه میبینیم و الان هم توی آمریکای جنوبی هم بازم گلای این شکلی داریم زیاد میبینیم. این به نظر میاد که تیمای دنیا با توجه به اینکه اون ساختار دفاعی و فشردگی تیمای کوچیک‌تر داره زیاد میشه، به این نچه رستن که بخوان سانت از طرفه بکنن یا حرکات ترکیبی بکنن و وارد اون دفاع بشن، بیشتر از شوت‌های راه دور استفاده بکنن که فقط 16 دقیقه طول کشید تا اوروگوئه به نتیجه برسه. اوروگوئه تا آخر مسابقه همینجوری داشت حمله میکرد و موقعیت ایجاد میکرد ولی توپاشون وارد گل نمیشد تا دقیقه 85. دقیقه 85 یه سانتی که از نیکولاس دلاکروز که ضربه سر ماکسیمیلیان آراوخو به مدافع خورد و صاف اومد رو پای چپ داروین نونیز
که با یه والی خوشگل بازی رو دو هیچ کرد. این نیکولاس دلاکروز دقیقه 60 اومد یه دونه که اینجا ساند کرد، تقریبا میشه گفت پاس گل داد. گل آخری هم که زدن دیگه پاس گل مستقیم داد. دقیقه 91 ارسال زیبا و دیدنی دلاکروز صاف نشست رو سر ماتیاس وینیا و با یه ضربه سر دیدنی بازی رو 3-0 کرد و اوروگوئه با این گلایی که زد به صدر جدول رفت و خیلی راحت داشت بازی رو ادامه میداد و داور 4 دقیقه وقت اضافه گرفته بود که یه مقدار اوروگوئه‌ها به نظر من پاناما رو دیگه دست کم گرفتن. دقیقه 94 در لحظات پایانی پاس فردی گوندولا به میشل موریو که استوب کرد و با پای راست اوورد رو پای چپ و یه شوت دیدنی بازی رو 3-1 کرد که این گلی که خوردن باعث شد که مارچلو بیلسا یکم ناراحت بشه و آخر بازی که رفتن به قولی با مربی حریف دست بدن و بازی رو تموم بکنن معلوم بود که از این اتفاق اصلا راضی نیست، چون که میدونین بیلسا یه مقدار آدم ایدئالگراییه و کمالگرا و آدمیه که خیلی زودم عصبی میشه سر این قضیه ها و اینکه تیمش اینقدر بیخیال بود در ثانیه های پایانی و گل خورد حسابی شاکیش کرده بود. با بازی هایی که امروز انجام شد در پایان روز اول گروه سوم اوروگوئه با 3 امتیاز صدرنشینه، آمریکا با 3 امتیاز دومه، پاناما و بولیوی هم بدون امتیاز سوم و چهارم هستند. تفاضل هم که خب هر دو مثبت 2 ان، اینا هم هر دو منفی 2 ان، اما اوروگوئه یه گل بیشتر زده، از اونورم پاناما یه گل بیشتر از بولیوی زده. وضعیت این گروه یه وضعیت به نظر من 100% مشخصه. تو روز دوم آمریکا به اداره پاناما میره که آمریکا قطعاً پاناما رو میبره. اصلا شک نکنید. ببینید سطح بازی که آمریکا و اوروگوئه بازی میکنن با پاناما و بولیوی اصلا توی یه لول دیگه است. انگار مثلا یه تیم خیلی سطح بالا، یه تیم مثلا فرض کنید لیگ برتری ایران داره مثلا با دست 3 بازی میکنه. و بازم تو ایران به نظر من فاصله باز کمتره، اینجا فاصله به نظرم بیشتر میومد. آمریکا هم مطمئنم پاناما رو میبره و 6 امتیازی میشه. تو بازی دیگه هم اوروگوئه به اداره بولیوی میره که مطمئنم اوروگوئه هم بولیوی رو میبره. و تو روز آخر آمریکا و اوروگوئه 6 امتیازی به دیدار هم میرن که بازیشون خیلی حساسه. و تو بازی همزمان دیگه هم پاناما و بولیوی به اداره هم میرن در حالی که اصلا بازیشون هیجان خاصی نخواهد داشت، اما فکر میکنم پاناما بولیوی رو ببره. بازی که امروز دیدیم تو این دوتا مسابقه که براتون تحلیل کردم بولیوی اصلا موقعیت ایجاد نمیکرد، یعنی کاملا عقب نشسته بود و بر اساس اتفاقات گل نمیخورد و فقط دوتا خورد، اما پاناما فوتبال بازی میکرد، کاملا میتونست به اوروگوئه فشار هم بیاره در لحظاتی از مسابقه. اینجور نبود که یه تیم دست و پا بسته تو یک سوم دفاعی خودشون باشه و برای همین من فکر میکنم پاناما بتونه بولیوی رو ببره و بولیوی بدترین تیم مسابقات باشه. فعلا تو دوتا گروهی که دیدیم یه مقداری بولیوی با اختلاف زیاد نسبت به بقیه تیم‌ها بدترین تیم بوده. بعد ببینیم دوتا گروه دیگه چجوریه، تنها گروه باقی مونده که برزیل چجوریه، ولی تو این 12 تا تیمی که تا الان دیدیم بولیوی خیلی بد بود. یعنی انتظار میرفت که شاید تیمایی که از کنکاکاف اومدن خیلی خوب نباشن، ولی بولیوی که مال خود آمریکای جنوبی از همه تیم‌ها بدتر بوده و یه مقداری سطح تیم‌ها رو آورده بود پایین. تیمی که فقط توی یه سوم دفاعی دفاع کنه و هیچ حمله و ایده‌ای برای گل زدن نداشته باشه یه مقدار جامو زشت میکنه. حالا منتظر بعد روز دوم این گروه هم بشیم و بیشتر منتظر روز سومشون باشیم و ویدیوی بعدی که برای کوپا آمریکا میسازم، ویدیویی که برای گروه 4 و برزیل دوست داشتنی، برزیل بزرگ، بازی‌ها شروع میشه که می‌خوایم ببینیم تیمشون در کلاس قهرمانی هست یا نه.